قسمت هشتم، دستورات لازم از ناحیه من صادر خواهد شد. وینر مکسی کرد و ادامه داد: از موضوع خارج شدم. فهمیدم صحبت در اطراف کریستل و دوست ایرانی شما کاظم است که منظورشان تماس با بعضی مقامات است و کریستل با زیبایی خود توانسته است با یک مهندس جوان آلمانی که در یکی از کارخانجات شیمیایی کار می کند تماس بگیرد. بیشتر ملاقات آنها در مهمانخانه بریستول است. به میان حرف وینر دویدم و گفتم: مگر کریستل آنجا هم اتاقی در اختیار دارد؟ وینر گفت: نه، مگر اطلاع ندارید که از پانسیون ماریا رفته است؟ سری تکان دادم و گفتم: الان مدت مدیدی است که او را نمی بینم، پس جای خود را عوض کرده است. وینر ادامه داد و گفت: بله، این مهندس آلمانی خالص نیست و به طوری که اطلاع دارم شیفته زیبایی کریستل شده و عامل این آشنایی هم دوست ایرانی او کاظم بوده است. وینر سپس موضوع را عوض کرد و گفت: من تعجب میکنم یک نفر ایرانی در دستگاه انتلیجنت سرویس چگونه ممکن است با شرایط سنگین آن عضو شود. در جوابش گفتم: زیاد هم تعجب آور نیست، زیرا همانطور که من به دام شما افتادم او نیز در دام آنها دست و پا می زند و حتما مدرکی به دست آنها داده که تا پای جان خدمت می کند. وینر که جواب قانع کننده شنیده بود دم فرو بست و دنبال کلام خود را گرفت و گفت: در هر حال این زن مرموز محال است از چنگ من خارج شود. همینجا به کار او خاتمه خواهم داد. فعلا لازم است که مدرک نابود کننده ای که در برابر آن کریستل محکوم باشد به دست آوریم. و شما آقای، تا آنجا که پیش بینی می کنم خوب از آب در آمده اید، ولی لازم است به شما بگویم باید اینطور باشید. پرسیدم: چطور باشم؟ گفت: باید قسی القلب و بیرحم باشید. تا آنجا اگر کریستل زیبا در برابرتان به زانو در آمد و آه و ناله سرداد، خود را متأثر نشان ندهید. خونسرد باشید، حتی اگر پلیس شما را به جرم جاسوس بودن توقیف کرد. خود را نبازید و دست و پایتان را گم نکنید. در برابر زیبایی زن، حتی از کریستل زیباتر هم سر تسلیم فرود نیاورید و مثل آن شب جلوی اتاق کریستل در پانسیون ماریا اراده تان را از دست ندهید که سخت در آغوشش بگیرید. بالاخره باید ساکت، آرام، خونسرد، بیرحم و بردبار و مخالف زن باشید. اینها آخرین دستور و تعلیم شماست و البته به موقع هر کدام پیش خواهد آمد و اینها از برای شخص شماست که در باطن باید جستجو کرد و درس خارجی دیگر را هم یک ماه دیگر شروع می کنیم و آن نقشه برداری و نقشه کشی است که بی اندازه مورد لزوم است و فعلا کاری با شما ندارم. شب بخیر. من با یک مشت افکار درهم که وینر تحویلم داده بود از او خداحافظی کرده و به طرف پانسیون رفتم. به عوض اینکه وارد خیابان کورفورستون دام شوم، خیابان را عوضی رفتم و یک وقت متوجه شدم که در خیابان تیرکارتن نزدیک سفارت ایران رسیدم. ساعت را نگاه کردم، 10 بود. ایستاده و فکر کردم که بهتر از شام را در یکی از رستوران ها صرف کنم. در همین اندیشه بودم که صدای زنی مرا به خود آورد. سرم را بلند کردم. زنی که لباس شیکی به تن داشت، به آلمانی غلیظی که نشان می‌داد از اهالی برلن است، در برابرم ایستاده بود. از زیبایی دست کریستل را از پشت بسته بود. از همان زنانی بود که
در زیبایی بیداد می کنند. این خانوم هم از آن دست زنان زیبا رو بود، ولی قیافش در هم و نشان می داد که باید حادثه‌ای برایش روی داده باشد. پرسیدم چه فرمایشی دارید خانوم؟ دیدم گریه را سر داد و هق هق کنان گفت: آقا شما را به خدا مرا کمک کنید، اتفاقی برای شما افتاده. از دست من چه کمکی برمی آید؟ در حالی که اشکهایش را پاک می کرد گفت: از دست شوهرم که در پی به دست آوردن من است و از خانه اش فرار کردم. گفتم: خانوم چرا شوهرتان می خواهد شما را بکشد؟ نگاه مضطربانه‌ای به عقب سرش انداخته گفت: آقا شما خارجی هستید، زود مرا از این نقطه دور کنید. من جز منزل شوهرم جا و منزلی ندارم و او هم برا به شدت از خانه اش رانده. آقا رحم کنید. در بنبست عجیبی مانده بودم، معطل بودم چه کنم. از عجز و التماس او نه چیزی دستگیرم می شد و نه تکلیف خود را در برابر او می دانستم. گفتم: خانم گریه نکنید، من آپارتمان مستقلی ندارم، در یک پانسیون اقامت دارم و آن هم فقط یک اتاق بیشتر نیست. چگونه می توانم شما را منزل دهم؟ در جوابم گریه کرد و دست مرا گرفت و گفت: مانعی ندارد، من هم در گوشه‌ای می خوابم. و هر دو به طرف پانسیون به راه افتادیم. اما در این فکر بودم که اگر داخل پانسیون ماریا شوم، مدیر پانسیون که همیشه مرا تنها دیده بود و با این زن زیبا و خوشگل چه فکر خواهد کرد؟ و اگر در مقام اعتراض برآید چه جوابی بدهم؟ و از همه مهمتر، از کجا که این صحنه ساختگی نباشد؟ کم کم این فکر شدت یافت و بر جای خود ایستادم و نگاهی به زن زیبا که اشک چشمش دل سنگ را آب می کرد انداختم. چشمان قشنگ آن زن زیبا که اشک دورش حلقه زده بود مرا دیوانه کرده بود و تکلیف خود را نمی دانستم. به مغزم فشار می آوردم که راه حلی پیدا کنم و یا از دستش خلاص شوم. فکری مثل برق به من راه یافت، از کجا که این صحنه ساختگی نباشد. کم کم حدس من قوی شد تا آنجا که دست از ملایمت برداشتم و به خشونت او را از خودم دور کردم. خانوم که به این زودی دست بردار نبود، وقتی خشونت مرا دید ساکت شد. من هم چاره‌ای ندیدم جز اینکه از همان راهی که آمده‌ام برگشتم که از آن نقطه دور شوم. ترمز ماشینی که کنار پیاده رو توقف کرد مرا به خود آورد. در ماشین به سرعت باز شد و مردی عصبانی از آن بیرون پرید و خود را جلوی من انداخت و به تندی پرسید: شما با این زن چه کار داشتید؟ از سؤال پر از خشم او آن هم ناگهانی باطنن جا خوردم، ولی ظاهر را حفظ کردم و نگاهی به سراپایش انداختم و با بی‌اعتنایی گفتم: به شما چه ربطی دارد؟ از جواب من برآشفت و گفت: او زن من است. به شنیدن زن من است که او را شوهر آن زن دانستم، رو برگرداندم تا وضع خانم فراری را که شوهرش را دیده است ببینم، ولی از فرط حیرت بر جایم خشک شدم، زیرا خانوم زیبا گریخته بود. وضع مضحکی داشتم. خانوم رفته بود و مرا تحویل شوهرش داد. من که خونسردی و بی‌اعتنایی را در این مدت آموخته بودم، با تهدیدات او از میدان در نرفتم. چه درد سرتان بدهم؟ مرد آلمانی ادعا کرد که من با زنش روابط نامشروعی داشتم و آن زن به خاطر من با او بدرفتاری کرده است. با ظاهری آرام سعی می کردم که اتهام را رد کنم، ولی باطنم سخت جوش آمده بود که اگر برای کار و بیگانه بودنم نبود، جواب فریادهای او را با کشیده می دادم و
و بیشتر کوشش من برای رفع این منظور بود. اگر نمی ترسیدم که کار به سفارت بکشد کوتاه نمی آمدم، ولی او هم ولکن نبود. عاقبت کار مشاجره به کلانتری کشید. ساعت به نیمه شب رسیده بود که برای رسیدگی به کار ما اقدام شد. از نام و نشانی و شغل و ملیت من پرسیدند. نام و نشانم را به غلط گفتم و ملیتم را هم نگفتم، یعنی خود را از اهالی سوریه معرفی کردم. وقتی شغلم را پرسیدند گفتم در مدرسه فنی عالی برلن مشغول تحصیل هستم. این حاضر جوابی برای معرفی نکردن نام و نشان و ملیتم را از وینر آموخته بودم، زیرا به من گفته بود که ابدا نباید در مواقعی که گرفتار پلیس می شدم خودم را معرفی کنم. چه درد سرتان بدهم؟ جای شما خالی تا صبح آن شب ساعت 7 که آزاد شدن من ناگهانی انجام گرفت، برای اولین بار در اداره پلیس بازداشت بودم و وقتی به دفتر روزنامه رسیدم ساعت کارم گذشته بود و هلموت به جای من مشغول گرفتن اخبار بود و ابدا اعتراضی به دیر آمدنم نکرد. فقط مثل اینکه از موضوع با اطلاع است گفت به نظرم شب گذشته را بیخوابی کشیده اید که چشمانتان قرمز است. گفتم بلی. به تئاتر رفته بودم. از هلموت خداحافظی کردم و از آنجا به پانسیون برگشتم و بدون معطلی به بسترم رفتم و فکر این که قضیه دیشب چگونه به وجود آمد و چرا من به دست پلیس افتادم مرا به خود مشغول کرد. برای رسیدن به سرچشمه این پرده مسخره خیلی به مغزم فشار آوردم. پلک های چشمم یارای بسته شدن نداشت و مثل شاگرد مدرسه‌ای که به دنبال راه حل مسئله خود را خسته می کند ولی از آن نمی تواند دست بکشد، دنبال کاوش خود در مغزم بودم و ناگهان حالت همان شاگرد را پیدا کردم که مسائل خود را حل کرده و خوشحال می شود. خنده ای لبانم را گرفت. بله، معمای شب گذشته را دانستم که سر نخ در دست کی بوده و چرا صبح آن شب بدون اینکه از من سوالات دیگری بکنند ناگهان مرا آزاد کردند. و این را راه حلی که خودم کشف کرده بودم پس از مدتی از دهان وینر شنیدم که او این صحنه مضحک و در عین حال جدی را ساخته بود. وینر گفت گمان نمی کردم به توانی خود را حفظ کنی و حتم داشتم از اتهام بی مورد شوهر ساختگی آن زن با او گلاویز می شوی، ولی وقتی تو را ثابت و استوار تشخیص دادم راه را برای مقاصد آینده من هموار شده دانستم. بعد از حادثه آن شب و حرف های وینر به قدری مواظب حرکات خودم بودم که حتی اگر مدیر پانسیون یا یکی از پیش خدمتها احوالم را می پرسید در دل می گفتم حتما وینر سپرده است که با من طرح دوستی بریزد. یک فرد به تمام معنا اسرارآمیز شده بودم که حرف راست جز در مورد وینر از دهانم بیرون نمی آمد. این عادت هم به قول وینر از خصائل جاسوس هاست که همه چیز را وارونه نشان می دهند. یک کلمه حرف راست حتی از دهانشان بیرون نمی آید. دومین درس من نزد یک مهندس نقشه برداری و نقشه کشی شروع شد و آغاز آن اواسط ماه دسامبر بود. این مهندس آلمانی از اهالی فرانکفورت و در حدود 45 سال داشت و این طور قرار شد که شبها بین ساعت 8 تا 10 امور نقشه برداری را فراگیرم. معمولاً من در این ساعت کار روزنامه را به پایان می رساندم و به پانسیون می رفتم.
و از آنجا با برداشتن لوازم کار به منزل مهندس می رفتم و قبل از شروع کار به وینر گفتم بهتر است معلم من به پانسیون بیاید. وینر جواب قانع کننده ای داد و آن این بود که در پانسیون اشخاص زیادی رفت و آمد می کنند و از آمدن او به اتاق شما در هر روز سوء ظن خواهند برد، ولی رفتن شما به منزل او جلب توجه کسی را نمی کند و خانه او هم پرت افتاده و مدت درس شما هم زیاد طولانی نیست و در مدت 2 ماه با فشاری که باید در این باره متحمل شوید درس تمام خواهد شد. از 2 روزی که در آن خوب پیشرفت کرده بودم، یکی زبان انگلیسی بود که خیلی خوب حرف می زدم و بیشتر روی پراتیک با هلموت و تماس با اخبار رادیو بود و 2مین درس هم قسمت نقشه برداری و نقشه کشی بود و با اینکه 2 ماه از آن می گذشت من می توانستم ادعا کنم که درس را تمام کردم، ولی مهندس که سمت معلمی مرا داشت معتقد بود هنوز درس تمام نشده و قسمت‌های حساس آن باقی مانده و می گفت اقلن 1 ماه دیگر کار دارد. مدت‌ها از دوستان قدیمیم که کریستل و کازم باشند خبری نداشتم. عاقبت از وینر سراغ آنها را گرفتم. گفت خبرشان را در هامبورگ دارم. پرسیدم مهندس آلمانی که با کریستل روی هم ریخته کجاست و چه می کند؟ گفت این هم شیوه زنان زیباست که وقتی مرد را به دام انداختند برای او ناز می کنند و ناگهان تغییر رویه می دهند. کریستل هم از آن جاسوسه های زیبایی است که رول خود را خوب بازی می کند. در به دام انداختن اشخاص مهارت دارد. او قصدش به دست آوردن اطلاعاتی از مهندس است و با این نقشه که خود را از برلن خارج کرده است و پایان آن مراجعت از هامبورگ است به هدف خود خواهد رسید و آن وقت او خود را به مهندسی که بیچاره در منتهای بیتابی باشد میرساند و در همین لحظه که جوان عاشق از جفای او مینالد، کریستل مکار تیر را از کمان رها خواهد کرد و درست نشانه خواهد گرفت. وینر سری تکان داد و اضافه کرد این کریستل با همه حیله‌گری‌اش باز در دست‌های قبلی من که از میله‌های زندان محکم‌تر است اسیر و زندانی خواهد بود و نخواهم گذاشت که دل اربابان خود را خوش کند و همینجا او را به چنگ خواهم انداخت و آن موقع تو هم خواهی بود. همانطور که مهندس نقشه برداری می گفت کمتر از 1 ماه درسم تمام شد و بلافاصله پیش خود وینر آموختن رمز را شروع کردم. این فصل مدتش کوتاه و به کار بردنش مهم و اهمیت آن از اینجا پیدا بود که خود وینر تدریسش را به عهده گرفت. قبل از شروع به درس وینر چند دقیقه درباره اهمیت حفظ و نگهداری رمز با من صحبت کرد و در حقیقت نصیحت پدرانه ای کرد و گفت باید وارد عمل شد. ساعت درس رمز از 10 شب به بالا بود و حالا فکر کنید من چگونه آدمی بودم که از صبح امروز تا صبح روز بعد بدون استراحت کار می کردم. تنها استراحت چند ساعته من از ظهر بود، آن هم خیلی کوتاه. شبها ساعت 10 به منزل وینر می رفتم و در اتاق خصوصی او که پرده های زخیمی جلوی پنجره ها می آویخت با آموختن رمز می پرداختم، ولی این رمز با دستگاه رادیو یا مورس نبود، بلکه فصل جداگانه ای را تشکیل می داد. اخبار دنیای آن روز خیلی وحشتناک و همه از یک جنگ بزرگی حکایت می کرد. دول فرانسه و انگلستان و روزنامه های این دو کشور
تمام مقالاتشان را به آمادگی آلمان برای تصرف اروپا اختصاص داده بودند. اوایل ماه مارس 1938 بود که زمزمه اشغال اتریش از طرف آلمان کم و بیش در خبرگزاری‌های خارجی شنیده می‌شد و متعاقب آن روز 12 مارس 1938 اتریش از طرف ارتش آلمان اشغال شد. شب فردای آن روزی که اتریش اشغال شد، دستگاه ضد جاسوسی یک باند خطرناکی را کشف کرد که شبکه ما نیز در آن دخالت داشت. کانون این باند در کافه مجارستانی ها بود و اعضای آن از اهالی کشورهای بالکان و چند نفر کمونیست اتریشی بودند. دستگیری این عده آنقدر بی سر و صدا انجام شد که کوچکترین خبری به خارج سرایت نکرد و حتی روزنامه های برلن از آن بویی نبردند. مدارکی که بر علیه آنها تهیه شده بود به قدری کامل بود که همه اعتراف کردند و به فاصله کوتاهی در زندان گشتاپو به دار آویخته شدند. نیمه شب بود که اجسادشان را از محوطه زندان خارج کردند و بدین ترتیب آن شب 12 مارس به زندگی عده‌ای خاتمه داده شد. این نخستین حادثه‌ای بود که به همراهی وینر در آن شرکت کردم. ابتدا خیلی ترسیدم و وقتی سرعت عمل مامورین ضد جاسوسی و گشتاپو را در پایان دادن به این کار دیدم، ترس از من رخت بربسته بود. یک روز که سرگرم گرفتن اخبار بودم و هلموت هم آنجا نبود، زنگ تلفن بلند شد و صدای وینر را شناختم که در یک جمله کوتاه گفت: مواظب باش، کریستل به برلن مراجعت کرده، و گوشی را سر جایش گذاشتم و به کارم مشغول شدم. من می دانستم که امروز یا فردا کاظم به سراغم خواهد آمد و همینطور هم شد. 2 روز پس از تلفن وینر، زنگ اتاقم در پانسیون صدا کرد. سر و کله کاظم پیدا شد، پیش دستی کرد و گفت: هیچ احوال من را می پرسی؟ به خنده گفتم: باز می خواهی بگویی گرفتار بودم؟ گفتم: نه، کاش گرفتار بود، ولی رنگ رویم گواهی می دهد که مریض بودم. با تعجب ساختگی گفتم: مریض؟ کجا؟ چند وقت است؟ چه کسالتی داشتی؟ کاظم که تصور کرد من حرفش را باور کرده ام گفت: در بیمارستان هامبورگ بستری بودم و زیر عمل جراحی قرار گرفتم. حرفش را قطع کردم و گفتم: خب، حالا که حالت خوب شده، بگو ببینم کریستل کجاست؟ داستان عجیبی شده بود. کریستل را می دیدم، می گفت در بیمارستان هامبورگ بستری بودم و وقتی سراغ کاظم را از او می گرفتم می گفت: مدتی است خبری ندارم. ولی حالا که از کاظم علت غیبتش را می پرسیدم، درست مثل این که به هم سپرده بودند، او نیز همین را می گفت و این بار هم جوابم داد: مدتی است از کریستل خبری ندارم و شاید همین جا باشد. بعد مثل اینکه مایل نبود من سوالات بیشتری در این باره از او بکنم، موضوع را عوض کرد و پرسید: خب، تو چه کار می‌کنی؟ در دانشکده اسم نوشتی؟ گفتم: الان نزدیک به 1 سال است که در مدرسه عالی فنی برلین مشغول تحصیل هستم. پرسید: از تهران چه خبر؟ با خنده جوابش دادم: تو که علاقه ای به تهران و زندگی در آنجا نداری. سپس گفت: حاضری امشب را با هم باشیم؟ کریستل هم ممکن است باشد. گفتم: نه، امتحانات نزدیک است و نمیتوانم با تو باشم. حقیقتش این است که شب را با وینر درس داشتم و هنوز کار رمز به پایان نرسیده بود. کاظم خداحافظی کرد و رفت و با رفتن او خیالم راحت شد.
زیرا از وقتی کاظم را جزو باند خطرناکی می‌دانستم می‌خواستم از او فرار کنم و حتی المقدور سعی می‌کردم که از او دوری جویم. البته این اجتناب به دستور وینر هم نبود، زیرا او بیشتر می‌خواست با کریستل رابطه داشته باشم که اخیراً با یک جوان مهندس آلمانی روابطی برقرار کرده بود و شبکه ما تمام هم خود را صرف می کرد تا قبل از اینکه کریستل دست گلی به آب بدهد مدارک کافی به دست آورده و دستگیرش سازد. اواسط سال 1938 است و از ورود من به برلن یک سال می گذرد. اکنون دیگر من یک جاسوس هستم که همه فنی را آموختم. وینر به قول خودش فوت‌های کاسه‌گری را به من یاد داده و آنچه که از استاد آموخته بودم به من آموخت و حتی یک ماه مرا به رایشتان فرستاد. و آن هنگامی بود که رایشبان یعنی جاده دولتی در شرف اتمام بود. مأموریت من نظارت مخفیانه در کار یک عده‌ای بود که از گزارشات راجع به آنها بوی سوء ظن می آمد. من به عنوان یک کارگر شروع به کار کردم. این جاده دولتی به دستور هیتلر ساخته شد که از شرق به غرب و از شمال به جنوب کشیده شده بود و مخصوص حمل و نقل نیروهای ارتشی بود. اکنون که دارم این خاطرات را پس از سالها می نویسم، از به دام انداختن آن مهندس جوان که اهل چکسلواکی بود سخت بر خودم می لرزم، زیرا این من بودم که او را لو دادم و گشتاپو با چنگال‌های خشن او را در حلقوم خود فرو برد. و آن شبی بود که او را با دستگاه کوچکی در یک گوشه از تونل دیدم که عرق ریزان خبری را مخابره می کرد. یک ساعت بعد روی گزارش من، هنگامی که مهندس بیچاره در اتاقش نشسته بود، گشتاپو به سراغش رفت و پس از آن دیگر او را ندیدم. ولی مسلماً چند ساعت بعد به آغوش مرگ رفت. این اولین جنایت من بود، ولی خدای من شاهد است که برای حفظ جان خود تسلیم این شغل کثیف و پست شدم، زیرا ریشم گروی وینر بود و آن همان عکس لعنتی با کریستل بود که مرا هم شریک او می دانست. وینر از کارم اظهار رضایت می کرد و مأموریت های دیگری به من محول می کرد. روز 18 ژوئن 1938 بود که تلفن روزنامه صدا کرد. وقتی گوشی را برداشتم، صدای وینر را شناختم. او مرا به فوریت احضار کرد. کارم را که نیمه تمام بود رها کردم و به دست هلموت که در این مواقع هیچ اعتراضی نمی کرد و خود او هم راضی می شد سپردم و با تاکسی خود را به منزل وینر رساندم. به غیر از وینر یک نفر دیگر هم دیده می شد. او زن زیبایی بود که وینر ما را به هم معرفی کرد. این خانوم از اعضای ضد جاسوسی محسوب می شد. با دیدن او که هر جا جاسوسه باید زیبا باشد قبول کردم، چون قبل از ورود به این کار می شنیدم که جاسوسه ها عموماً از زیبا رویان انتخاب می شوند، ولی باور نمی کردم تا اینکه از دهان خود وینر شنیدم و چندین بار هم با این امر روبرو شدم. وینر هنگام معرفی من به آن خانوم نام حقیقیم را به او، یا اینکه من ایرانی هستم، نگفت، بلکه این بار مرا از اهالی ترکیه معرفی کرد و در مقابل از معرفی او چیزی نگفت. فقط به جمله یکی از دوستانم را معرفی می کنم اکتفا کرد. قریب یک ساعت که گذشت و هوا تا حدی تاریک شده بود، وینر آن خانم زیبا را مرخص کرد و تا دم در همراهش رفت و پس از چند دقیقه برگشت و گفت:
کارها بر وفق مراد است و این زن را که دیدی از جاسوسه های زبردست ما است و اخیراً بنا به دستور در کارخانه ای که مهندس آلمانی کار می کند و با کریستل رابطه دوستی دارد به عنوان کمک شیمی مشغول به کار شده و اطلاعات زی قیمتی را هر روز به ما می رساند. پایان قسمت 8.